این روزها روزهای همبستگی با هرات پیر و داغ دیده است. نیازی نیست بگویم در هرات همین اکنون چی مگذره، چی اتفاق افتاده، چون به یقین همه میدانیم که هیچ شهروند افغانستان در هیچ گوشه از جهان بزرگ سراغ نمیشه که ندانه چیگونه روستاها یکی پی هم در اثر زمین لرزه وحشتناک و مرگبار در یک لحظه ناگهان به تل خاک مبدل شدن و در نتیجه هزاران تن کشته شد، در نتیجه هزاران تن دیگه زخم برداشت و هنوز هم شمار کلان از قربانیان با حسرت زیر آوارها گم هستند، ناپدید هستند. تلخ‌تری که آمار تلفات هر لحظه در حال افزایش است و به کمک رسانی عاجل‌تر نیاز دیده می شود. جمع‌آوری کمک‌های ما از طریق نهاد غیر انتفاعی 8 صبح میدیا که در حقیقت بازوی غیر انتفاعی روزنامه معتبر 8 صبح هست و ایشان هم در ایالت یا ایالات متحده آمریکا ثبت و راجستر شدن صورت میگیره. خوشبختانه رسانه های معتبر چون اطلاعات روز، روزنامه 8 صبح و تلویزیون امور هم به عنوان حامیان رسانه‌ای در این کارزار با خود داریم، در کنار داریم. همراهی این رسانه های معتبر ما میدانه به صورت مستند شفافیت در پروسه کمک ها را بیشتر و بیشتر تأمین کنند. هنرمند محبوب خانم آریانا جان سعید هم در این کارزار نقش خیلی ارزنده دارد. کارزار جمع‌آوری کمک ما برای هرات داغ دیده از حمایت محکم و بزرگ ای عزیزا و گرانمایگان برخوردار است. خانم رویا سادات گرامی، فیلمساز نام‌آور افغانستان، طنزنویس زبده، آقای موسی ظفر عزیز، سیر بهادرزاده عزیز، قهرمان ورزش افغانستان، نویسنده نام آشنا آقای انور وفا سمندر، اجمل تورمان عزیز، شاعر و خبرنگار و نیز نمایندگان گرامی رسانه ها مثل آقای سنجر سهیل که ایشان در این همراهی نقش کلیدی دارند و گرانمایگان چون پرویز کاوه عزیز، آقای مصطفی افشاری، استاد گرامنایه، محمد محق، آقای زکی دریابی عزیز، سخی داده حاطف عزیز و لطف‌الله نجفی‌زاده گرامی. از همون لحظات آغازین که این کارزار من آغاز کردم به هر لحظه شخصیت ها یا هر ساعت شخصیت های بزرگ فرهنگی و چهره های مردمی و رسانه‌ای به جمع ما هی پیوسته را ایستن. از جمله وقتی دیشه با داود سرخوش عزیز، هنرمند سرشناس افغانستان که همین الان در استرالیا است، صحبت میکردم. ایشان هم آمادگی خود برای پیوستن به کارزار ما اعلان کرد. همچنان از جمع متشبثین خصوصی که مقیم ایالت ویرجینیا امریکا هستند، آقای هاشم عباسی، مالک دنیا بانکوت هال که ایشان همیشه در مصیبت های بزرگ که خود من مصیبت دور داشته باشه همیشه در کنار مردم بودن و ایشان با ما پیوستن و قول هم دادن که تاجران و سرمایه گذاران بیشتر را برای کمک به این کمپاین جلب کنن. همیشه در افغانستان وقتی مصیبت خارج از قدرت و کنترل انسان اتفاق افتاده، ناگهان تمام افغانستان بدون هیچ تعصب و تفاوت دست به هم داده و کمک رسانی کرده. زلزله یا مصیبت‌های طبیعی نمیدانه که ما از کدام قوم هستیم، ما از کدام تبار هستیم و با کدام زبان حرف میزنیم، گپ میزنیم. دین ما چیست؟ مذهب ما چیست؟ باورهای ما چیست؟ مصیبت تنها به زبان ویرانگری و فاجعه با ما حرف میزن. با این که دستهای ما از این دورها خیلی کوتاه هست، اما سخت کوشش داریم مطمئنترین، مسئونترین و شفافترین شیوه های خدمات و کمک رسانی را برای آسیب دیده های فاجعه تأمین کنیم. ما منتظر نظریات نیک شما خوبان هم هستیم تا اونایی که در ساحه هستن محبت کنن و در تماس شوند و ما را با معلومات دست اول بروز بسازن. بیاد داشته باشیم ما را نه جدایی بلکه باهمی و اتحاد قوی می سازن، ملت می سازن. کمک کنیم، نگذاریم صدها جان شیرین و گرامی و صدها آرزوی معصوم زیر آوار فاجعه بمانه. برکت باد برشون.